سرخط خبرها، صدور ویزای شنگن در ایران تعلیق شد. وزیر ارتباطات همه محدودیت‌ها به جز واتساپ و اینستاگرام برداشته شده. اولتیماتوم معاون وزیر کشور به بازداشتی ها. جزئیات حک صدا و سیما. نماینده مجلس: آزادی های موجود در ایران در هیچ جای جهان وجود ندارد. و امیر عبداللهیان: ایران در جنگ اوکراین سلاح در اختیار هیچ طرفی قرار نداده است. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. صدور ویزای شنگن در ایران تعلیق شد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران از تعلیق و توقف موقت صدور ویزا از سوی برخی کشورهای اروپایی و حوزه شنگن برای اتباع و مسافران ایرانی خبر داد. در پی توقف فعالیت بخش کنسولی برخی سفارتخانه های اروپایی در روزهای نارام اخیر، حرمت الله رفیعی در گفتگو با ایسنا تایید کرد که برخی سفارتخانه های اروپایی به ویژه در حوزه شنگن بدون اطلاع رسمی و در تصمیمی که بیشتر شکل غیر رسمی دارد، رسیدگی به درخواست ویزا را فعلا متوقف کرده و صدور ویزای شنگن را به حالت تعلیق درآورده است. او اضافه کرد که روند صدور ویزا برای اتباع ایرانی از سوی سفارتخانه های سایر کشورهای خارجی بدون مشکل و محدودیت و به روال همیشگی ادامه دارد. رفیع همچنین گفت تورهای گردشگری حوزه اروپا و منطقه شنگن نیز در صورت داشتن ویزا با محدودیتی در اجرا مواجه نشدند و اگر مسافرانشان ویزا گرفته باشند در موعد مقرر برگزار می شوند. وزیر ارتباطات: همه محدودیت‌ها به جز واتساپ و اینستاگرام برداشته شده. زارپور وزیر ارتباطات گفت تقریباً 2 روز است که هیچ محدودیتی غیر از محدودیت روی 2 پلتفرم آمریکایی اینستاگرام و واتساپ، آن هم به دلایل ملاحظات امنیتی، وجود ندارد. محدودیت‌هایی که در روزهای گذشته در بعضی ساعت‌های روز وجود داشت که به دستور نهادهای امنیتی ایجاد می‌شد، 2-3 روز است برداشته شده است. محدودیت‌هایی که در روزهای گذشته در بعضی ساعت‌های روز وجود داشت که به دستور نهادهای امنیتی ایجاد می‌شد، 2-3 روز است برداشته شده است. و افزود تصمیم‌گیری درباره این 2 پلتفرم باید در مراجع ذی‌صلاح بررسی شود. پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد، در آشوب‌ها به عهده و نقش محوری هر از گاهی در آشوب‌ها به عهده دارد و موجب ناامنی در کشور می‌شود، طبیعتاً بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور نیست و به هر حال ممکن است تصمیمات دیگری هم در موردش گرفته شود. اولتیماتوم معاون وزیر کشور به بازداشتی‌ها. مجید میرحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، ضمن هشدار به معترضان گفت از امروز به بعد دستگیر شدگان صحنه اغتشاشات تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد. جزئیات حک صدا و سیما. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، نوشت یک منبع آگاه در سازمان صدا و سیما در گفتگوی ایرنا درباره نتایج اولین بررسی ها پیرامون حک صدا و سیما گفت بررسی های اولیه نشان می دهد پخش فایل آلوده در اخبار ساعت 21 روز شنبه ناشی از حک پلی اوت شبکه خبر بوده است. وی با اعلام اینکه بعد از حک 7 بهمن 1400 هیچ کدام از نهادهای مسئول حتی 1 ریال نیز به امسازی شبکه سازمان کمک نکردند گفت بررسی های فارنزیک حک سال گذشته مشخص کرد مهاجم از خرداد ماه 1400 در شبکه سازمان حضور داشته و فرایند امسازی شبکه‌های سیما موفق بود است. اما شبکه خبر به واسطه ماهیت خبری خود دسترسی های ویژه‌ای داشته که بعد از رخداد اخیر در حال امسازی است. نماینده مجلس: آزادی های موجود در ایران در هیچ جای جهان وجود ندارد. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رسانه ها، دانشگاه ها و مساجد را به عنوان فضاهای عنوان کرد که در آن فضا برای بیان اظهار نظر موافق و مخالف و سخنرانی وجود دارد و گفت همه چیز برای بیان اعتراض وجود دارد. نوروزی با بیان اینکه اگر الان کسی بخواهد اعتراضش را بیان کند و نظرش را بگوید، میتواند از روزنامه ها، صدا و سیما و رادیو استفاده کند. اظهار کرد آزادی هایی که در ایران وجود دارد در هیچ جای جهان وجود ندارد. امیر عبداللهیان: ایران در جنگ اوکراین سلاح در اختیار هیچ طرفی قرار نداده است.
در دیدار پاول یابلونسکی، معاون وزیر امور خارجه لهستان با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، افق همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موضوعات کنسولی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با استقبال از فعالسازی مناسبات دو کشور در حوزه‌های مختلف، بر نبود فعالیت در ارتقای روابط فیما بین و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات تاکید کرد. امیر عبداللهیان در موضوع اوکراین نیز بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مخالفت با تسلیح هر یک از طرفین این جنگ و با هدف توقف جنگ است. پاول یابلونسکی، معاون وزیر امور خارجه لهستان نیز با تشکر از تبیین دیدگاه‌های ایران در موضوعات مورد علاقه دو کشور از سوی وزیر امور خارجه، دیدگاه لهستان در موضوعات مختلف از جمله روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه و موضوعات بین‌المللی را تشریح کرد.